سلام، توی این ویدیو میخوایم نحوه استفاده از تابع اگزکت رو آموزش بدیم. کار این تابع این هستش که دو رشته متنی یا هر نوع رشته دیگه ورودی دیگه رو با هم مقایسه میکنه و از نظر اینکه با هم یکسان باشن به طور کامل یا خیر بررسی میکنه. یعنی نگاه میکنه ببینه دو تا ورودی که میتونه یه رشته متنی عددی یا هر چیز دیگه باشه به طور کامل یکسان باشن. خب شاید به نظر بیاد که این تابع خیلی کاربرد نداره و کاملا با چشم میشه تشخیص داد که دوتا ورودی یکسان هستن یا خیر، اما از دو جهت این تابع بسیار کاربردی میشه. یکی این که موقع فرمول نویسی با ممکنه این تابع اگزکت به کارمون بیاد، داخل فرمول های دیگه، داخل توابع دیگه استفاده بشه. دومیش هم این که مواردی هست که ممکنه ما با چشم نتونیم تشخیص بدیم که دو ورودی مشابه هستن کاملا یا خیر، که جلوتر اون موارد رو توضیح میدیم. خب اولی رو تمرینش رو انجام میدیم. میخوایم ورودی سلول F3 با G3 رو با هم مقایسه کنیم که ببینیم یکسان هستن یا نه. اگه یکسان باشن به طور 100% و کامل پاسخ ترو میده، ولی اگر کوچکترین تفاوتی داشته باشن پاسخ فالس میشه. خب انجام میدیم. اگزکت ورودی های این تاب دو تا میتونه باشه، همجور که اینجا مشاهده میکنید تکست یک و تکست دو، یعنی متن اول و متن دوم، که ما خب اینجا آدرس سلول رو وارد میکنیم، آدرس سلول اون متن رو در واقع وارد میکنیم. اولیش میشه F3 ویرگول، دومیش میشه G3 و میبندیم. خب همونطور که میبینید پاسخ ترو داد، یعنی این دوتا متن رشته کاملا یکسان بودن. باید توجه داشته باشید که این تابع نسبت به حروف کوچک و بزرگ انگلیسی حساسه، یعنی اگر که از نظر کوچک و بزرگی هم مشابه نباشن پاسخ فالس میده، یعنی اشتباه معنیش میشه. خب برای مثال اینجا میخوایم این دیاکو رو با این دیاکو که اینجا هست مقایسه بکنیم، یعنی دیاکوی که توی سلول G4 هست با دیاکوی F3. exact F3 با G4. خب میبینید که پاسخ فالس شد، چرا که اولین حرف دیاکو در G4 دی کوچیک بود، در حالی که این دی توی F3 دی بزرگ بود، پس پاسخ شد فالس. خب مورد بعدی دو تا تاریخ هست که میخوام اینو مقایسه بکنیم. این یکی از همون مواردیه که گفتم شاید با چشم مشخص نشه فرق دارن یا ندارن، که این تابع اونو مشخص میکنه. مثال انجام میدیم. اگزکت سلول F5 با G5 در کنار هم هستن. خب پاسخ شد ترو، در حالی که ما مشاهده میکنیم اینجا چیز دیگه نوشته شده از نظر ظاهری و توی G5 چیز دیگه هست. خب مسئله اینه که هر روی اینها تاریخ هستن. تاریخ و زمان توی اکسل با فرمت مخصوص به خود اکسل شناخته میشه، یعنی فرق نمیکنه ما با چه فرمتی تاریخ رو وارد کنیم، به هر شکلی وارد کنیم یک فرمت خاصی هست، یک سری اعداد پشت سر هم هستن که اکسل به اون شکل میشناسدش و به ما به این شکل نمایش میدادش. یعنی اون کدی که پشت این ظاهر هست مطرح هست که یکسان باشه یا نباشه، که اینجا یکسان این 2 آپریل 2019 به صورت حروف هم نوشته شده ماهش، اما اینجا ماه به صورت عدد نوشته شده که تو ظاهر فرق میکنه اما عملا یکیه، چون کد تاریخیش یکی هست، پس جواب میشه ترو. خب مورد بعد، الان ما دو تا سلول خالی داریم با هم مقایسه میکنیم ببینیم جواب چی میشه. طبیعتا انتظار داریم که ترو باشه، F6 با G6. خب درست پاسخ میشه ترو. حالا دو تا سلول به ظاهر خالی هم توی ردیف 7 داریم که میخوایم اینا را مقایسه کنیم. اگزکت F7 و G7. خب پاسخ شد فالس، یعنی این دو تا سلول با اینکه از نظر ظاهری یکسان هستن، هر دو خالی هستن، ولی تفاوت دارن. تفاوتش هم اینه که توی سلول G7 ما اسپیس داریم در واقع. اینجا اگر سلکتش بکنیم میبینیم که بله تعداد زیاد اسپیس پشت سر هم گذاشته شده، در حالی که سلول F7 کاملا خالیه.
این یعنی که اگر یک دونه اسپیس خالی هم توی یکی از سلولا باشه، این یعنی تفاوت، چون کاراکتره در واقع خود اسپیس هم. پس اینم مورد بعدیه که با چش نمیشه تشخیص داد و تابع اگزکت مشخصش میکنه. حالا ما میتونیم به جای اینکه حالا آدرس سلول رو بزنیم، همونطور که واضح هست، میتونیم خود متن رو وارد تابع بکنیم. مثلا ما یک جایی یه متن داریم، کپی میکنیم میاریم داخل این تابع اگزکت، مقایسه کنه ببینه مثلا هم هستن کاملا یا نه. به این صورت اگزکت استفاده میکنیم، دابل کوتیشن متنمون مثلا هستش به فرض احمد، دابل کوتیشن رو میبندیم با متن دوم که یکی هست به فرض مقایسه میکنیم، یعنی خود متن رو میزنیم به جای آدرس سلول و پاسخ میشه true. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.